تو درس قراره در مورد کلمه مایند باهاتون حرف بزنم قرار اصطلاحات و عبارات کاربردی رو بهتون یاد بدم که توی مکالمات به احتمال زیاد به دردتون میخوره خود این کلمه تو زبان فارسی به معنی عقل، خرد و هوش هستش علاوه بر این معانی دیگه ای داره که میتونید خودتون وارد دیکشنری های مختلفی بشین و اون معانی رو پیدا کنید بریم سر وقت اولین عبارت که هستش two minds یا میتونیم بگیم I'm in two minds یعنی دو دلم I'm of two minds I'm in two minds حرف اضافهش هم about هستش که تو جملات زیر بهش پرداختم مثل جمله اول که میگه I'm of two minds about whether to go back I'm of two minds about whether to go back یعنی اینکه دو دلم نسبت به اینکه برگردم یا نه برگردم یا نه نمیتونم تصمیم بگیرم دو دلم نسبت به این موضوع اوکی نتونستم من تصمیم بگیرم I'm of two minds about whether to go back جمله دوم که میگه I was in two minds about whether or not to come this morning I was in two minds about whether or not to come this morning. میگه که من امروز صبح دو دل بودم که آیا بیام یا نه. امروز صبح دو دل بودم و نمیتونستم تصمیم بگیرم که آیا باید بیام یا نه. بیام یا نه. اوکی؟ این از این. جمله سوم که میگه she was of two minds about whether to buy a new car or a used one. she was of two minds about whether to buy a new car or a used one. میگه که بچه ها اون دو دل بود که آیا یک ماشین نو بخره و یا یک ماشین دست دوم کار کرده بخره این از این عبارت دوم می خوام به این نظرم عوض شد نظرم عوض شد میتونی بگین I changed my mind I changed my mind بچه ها I changed my mind about something یعنی درباره یک چیزی نظرم عوض شد با هم حرف اضافهش about هستش به عنوان مثال جمعه اول که میگه If you change your mind about coming tonight Just give me a call Just give me a call میگه که اگه نظرت عوض شد که امروز امشب بیا یا نه نظر توش شد که مثلا امشب قرار نیست بیای فقط به هم زنگ بزن و مثلا خبرشو بده Just give me a call یعنی به هم زنگ بزن و خبرشو بده جمله دوم که میگه When I first met him بچه met حالت گذشته میت هستش به معنی ملاقات کردن When I first met him I didn't like him But I've changed my mind but I've changed my mind. میگه که وقتی برای بار اول اون رو ملاقات کردم ازش خوشم نیومد اما نظرم رو عوض کردم اما نظرم رو عوض کردم یعنی در ای که وجود داره چند وقت بعدش نظرم عوض شد این از این و جمله سوم که میگه he didn't want to come but we persuaded persuaded بچه ها این فعل رو یاد بگیرین چون یکی از فعل های مهمی هستش to persuade یعنی متقاعد کردن کسی persuaded که حالت گذشتش هستش یعنی ما متقاعدش کردیم he didn't want to come but we persuaded him to change his mind اون نمیخواست که بیاد اما ما متقاعدش کردیم که نظرش رو عوض کنه یه عبارتی داریم بچه هایی که میگه make up your mind برای وقتی که میخوایم به این تصمیم تو بگیر make up your mind تصمیم تو بگیر he made up his mind to attend the meeting میگه که اون تصمیمش رو گرفته بود که توی جلسه یا توی همون جلسه شرکت کنه میتینگ جلسه دور همی جمله دوم که میگه I haven't made up my mind where to go yet I haven't made up my mind where to go yet. هنوز تصمیم رو نگرفتم که کجا قراره برم. کجا باید برم. و جمله سوم که یک مکالمه کوتاه هستش. A میگه که Which one do you like best? Which one do you like best? یعنی کدوم بیشتر از همه دوست داری؟ کدوم یکی بیشتر از همه مورد پسندته؟ B میگه که I don't know. I don't know. I can't make up my mind. I can't make up my mind. میگه که نمیدونم. نمیتونم تصمیم بگیرم. نمیتونم تصمیم بگیرم. میخوای بگی که سرت به کار خودت باشه. میتونی بگی mind your own business. Mind your own business. جمله اول که میگه If you want to win this game, you better mind your own business. معنیش میشه این. اگه میخوای این بازی رو برنده بشی اگه میخوای از این بازی برنده بیرون بیای یا همون برنده این بازی بشی بهتره که سرت به کار خودت باشه بهتره که سرت به کار خودت باشه و جمله دوم که باز هم یک مکالمه کوتاه هستش ای میپرسه که where have you been where have you been کجا بودی بی میگه که mind your own business mind your own business یعنی به تو ربطی نداره سر تو کار خودت باشه این قضیه به خودم مربوطه هر ستای این معانی رو میتونه داشته باشه mind your own business میخوای بگی که هرگز به ذهنم نرسید یا هرگز به ذهنم خطور نکرد میگین که it never crossed my mind it never crossed my mind هرگز به ذهنم نرسید جمله اول میگه که it crossed my mind it crossed my mind yesterday that you must be short of staff. It crossed my mind yesterday that you must be short of staff. Short of staff, short of something, یعنی یک چیزی رو کم دارین. نمیرسه بهتون یا به اندازه کافی ندارینش. Staff بچه ها میشه کارکنان و یا کارمندان. این به ذهنم خطور کرد دیروز که یا بهتر اینجوری ترجمهش کنم دیروز به ذهنم خطور کرد که تو باید کمبود کار، کارمند داشته باشی یعنی با این مشکل روبرو هستی با مشکل کمبود کارمند روبرو هستی جمله دوم که میگه It never once crossed my mind that she might be unhappy It never once crossed my mind بچه اینجا once رو میتونیم برای تشدید این جمله استفاده کنین یعنی حتی یه بار هم به ذهنم خطور نکرد حتی یک بار هم این فکر به ذهنم نرسید که اون ممکنه ناراحت باشه یا خوشحال نباشه با این قضیه It never once crossed my mind that she might be unhappy هرگز یک بار هم به ذهنم نرسید که اون شاید خوشحال نباشه شاید ناراحت باشه جمله سوم apparently apparently یعنی ظاهرا ظاهرا it didn't cross her mind it didn't cross her mind that she might get fined that she might get fined بچا fine به معنی خوب هم هستش اما to find هم داریم to find somebody یعنی جریمه کردن کسی okay? این را هم حتما یاد بگیرین. ظاهرا این به ذهنش خطور نکرده بود که ممکنه جریمه بشه bear in mind bear in mind به جای bear میتونیم بگیم keep in mind یعنی یادت باشه حواست باشه تو ذهنت نگه دار اوکی میتونیم همچین معنی رو براش به کار ببریم جمله اول که میگه thanks i'll bear that in mind i'll bear that in mind میگه که ممنونم اون رو تو ذهنم نگه میدارم یا به خاطر خواهم سپرد آن را به جای بر گفتم میتونین از کیپ استفاده کنین یعنی میتونین بگین I'll keep that in mind I'll keep that in mind keep یکی از معانیش به معنی نگه داشتن چیزی هستش بچه ها I'll keep that in mind یعنی اون رو تو ذهنم نگه میدارم به خاطر خواهم داشت جمله دوم که میگه I said I would bear his suggestion in mind. I said I would bear his suggestion in mind. گفتم که من پیشنهاد اون رو به یاد خواهم داشت. همچنان بهش فکر می کنم به یاد خواهم داشت. جمله سوم که میگه bear in mind that some children will need help bear in mind that some children will need help یعنی اینکه به یادت باشه که یا به یاد داشته باش که بعضی از کودکان به کمک احتیاج خواهند داشت. عبارت هفتممون این هستش. Never mind. Never mind. یعنی فراموشش کن، مهم نیست، بی خیال. جمله اول I don't care anymore. Never mind. I don't care anymore. Never mind. یعنی دیگه برام مهم نیست، بی خیال، فراموشش کن. جمله دوم Never mind where I'm going Never mind where I'm going بی خیال این که من دارم کجا میرم بی خیال این مهم نیست که من دارم کجا میرم بی خیالش یعنی اینقدر سوال نپرس در مورد جایی که دارم میرم جمله سوم Never mind I'll get you another one Never mind I will get you another one بچه get you another one به معنی خرید کردن یک چیزی هم میتونه باشه اینجا گفته که بیخیال مهم نیست یه دونه دیگه برات میگیرم یا میتونیم بگیم یه دونه دیگه برات میخرم اوکی؟ این رو باشه On my mind On my mind تو فارسی میگیم در افکار من یا تو ذهن من وقتی میگیم تو ذهن من طرف دقیقا همین جمله رو برمیگردونه به زبان انگلیسی و میگه این my mind که اشتباه هستش حرف اضافهش بچه آن هستش آن مای مایند در افکار من اوکی؟ این رو باشه جمله اول که میگه It is difficult to study if you have something on your mind It is difficult to study if you have something on your mind میگه که دشوار مطالعه کردن و یا درس خوندن دشوار میشه برات اگه همچنان یک چیزی رو در ذهن داشته باشی یعنی اه, یک چیزی رو همش داری در موردش فکر میکنی در چنین مواقعی مطالعه کردن و یا درس خوندن دشواره برات دشوار خواهد بود اوکی؟ این از این جمله دوم I can't bother my mom right now She's got a lot on her mind She has got a lot on her mind معنیش میشه این من الان نمیتونم مزاحم مادرم بشم چیزای زیادی تو فکرشه یا چیزای زیادی تو سرشه غرق در افکاره اوکی یعنی فکرش مشغوله جمله سوم sorry i forgot to call you last night sorry i forgot to call you last night i've got a lot on my mind these days i've got a lot on my mind these days میگه که ببخشید دیشب نتونستم با تماس بگیرم این روزا واقعا سرم شلوغه یا مثلا فکرم مشغوله سرم شلوغه و یا فکرم مشغوله بچه I've got a lot on my mind these days یعنی یا است با a lot of problems to worry about a lot of problems to worry about یک آدم مشکل داری که باید بهشون برسی عبارت بعدی اولین چیزی که به فکر میرسه اگه همچین عبارتی رو میخوایم بگین میتونیم بگین come to mind یا میتونیم بگین spring to mind spring to mind چه جوری ازش استفاده کنیم جملاتی که براتون نوشتم دقت کنید اولی میگه که he asked for my opinion but nothing came to mind he asked for my opinion but nothing came to mind اون از من نظر خواست اما من چیزی نداشتم که بگم هیچ چیزی به ذهنم خطور نکرد چیزی به ذهنم نرسید که بگم جمله دوم I was thinking about who might be suitable for this position and your name came to mind I was thinking about who might be suitable for this position and your name came to mind داشتم در مورد این فکر می کردم که چه فردی برای این پوزیشن یا برای این بهتره بگم برای این سمت مناسبه برای این سمت مناسبه و یهو اسم تو به ذهنم رسید اسم تو یادم اومد یعنی یا به این نتیجه رسیدم که تو یه فرد مناسبی هستی اوکی؟ جمله سوم که میگه When talking about famous businessmen three names immediately spring to mind. Three names immediately spring to mind. میگه که وقتی داریم در مورد افراد مشهور کسب و کار حرف میزنیم افرادی که تو کسب و کار و تجارت معروفا حرف میزنیم سه تا اسم سریع به ذهن میرسه سه تا فرد مشهوری که اسمشون سریع به ذهن خطور میکنه نوت Do not say that something comes to your mind or springs to your mind. Say that it comes to mind or springs to mind. Okay, in konin as your and yo hich sifatim elkiyadigei comes to your mind, springs to your mind. Fat migim it comes to mind or springs to mind, slip your mind. عبارت آخرمون هستش به معنی فراموش کردن همون to forget something فراموش کردن یه چیزی جمله اول میگه که I'm sorry I didn't call you back earlier It completely slipped my mind It completely slipped my mind میگه که ببخشید که زودتر با تماس نگرفتم کاملا از ذهنم فراموش شده بود یا کلن پاک فراموش کرده بودم که این کار رو انجام بدم جمله دوم I sometimes have so much to do that the most important tasks slip my mind I sometimes have so much to do that the most important tasks slip my mind میگه که بعضی از وقتها اینقدر سرم شلوغه که حتی مهمترین چیزها و مهمترین کارهایی که باید انجام بدم رو فراموش کنم و جمله آخرمون Her my mind Her birthday completely my mind روز تولدش کاملا پاک یادم رفته بود روز تولدش رو کلن فراموش کرده بودم اوکی؟ این از این خب دوستان اینها عبارت هایی بود که میتونستیم با کلمه مایند داشته باشیم اگه دوست دارین از من حمایت کنین حتما حتما تو کانال یوتیوب من عضو بشین اون زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارین تا وقتی یه ویدیو جدید آپلود میشه جزو اولین نفراتی باشین که ویدیوها رو تماشا میکنین این ویدیو رو لایک کنین با دوستاتون به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارین تو ویدیوهای بعدی بدرود